سلام و خوش اومدید به اپیزود 59 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست خب اول این اپیزود بذار خبر خوب رو بگم خیلی وقتا با... خیلی از کامنت ها و نظرات که برامون میذارن یه بحثی هست که ب... مخاطبا هم یاد بدیم که چطور میشه فکچکینگ کرد ما هم سعی کردیم تو این پادکست هر وقت میشه یه سری روش ها و ابزارهای فکچکینگ رو معرفی بکنیم ولی خب خبر خوب اینه که به زودی میخوایم یک کارگاه آنلاین یک ساعته تو دو هفته با همکاری مؤسسه ژورنالیستی پوینتر که در واقع اینترنشنال فکت چکینگ نتورک که ما تو این پادکست بارها ازش حرف زدیم شبکه جهانی درستی سنجی شبکه جهانی درستی سنجی توی این مؤسسه پوینتر قرار داره در واقع بخشی از این پوینتره میخوایم یک کارگاه برگزار کنیم که دو روز برگزار میشه البته هر دو تکرار اون یکیه با فاصله یک هفته تو تاریخ 13 خرداد و 20 خرداد ساعت 9 شب به وقت تهران به وقت تهران بله این خیلی حالا آموزش فکت چکینگ حالا ژورنالیستی نیست در واقع مخاطب این کارگاه خیلی کوتاه و مختصر مردم عادی آدمای عادی نوجوانا حالا مسنترها یه سری معرفی روش های آسونه برای اینکه چطور بشه محتوای مشکوک اگه میبینین روی فضای آنلاین بدونین با چه ابزاری میشه اینو بررسی کرد یا خیلی سریع و راحت چکش کرد که آدم ببینین واقعی یا نه رایگان هم هست حالا به زودی از طریق زوم هم میشه تاریخش هم که گفتم 13 خورداد و 20 خورداد هر کدوم رو دوست داشتید میتونید تشریف بیارید کی میگه آقا فرهاد کارگاه رو کی درس میده یکی از مدرسین در پوینتر و تیمی هم اسم میدیا وایز که اصلا کارشون یکی از کارهای اصلیشون همینه آموزش در واقع راستی آزمایی و آموزش روش های مواجهه با محتوایی که در فضای آنلاین دیده میشه و خیلی هم تمرکزشون کارگاه های مختلفی هم دارن برای نوجوان برای دبیرستانی ها و کارگاه مجزا دارن برای حتی افراد سن بالاتر که ممکنه یه ذره براشون دشوارتر باشه کار کردن با یه سری ابزار اینکه تو شبکه های اجتماعی چه چیزی رو باور کنن چه چیزی رو باور نکنن و چطوری میتونن چکش کنن حالا این کارگاهی که ما باشون داریم میخوایم برگزار کنیم یک مخلوطی از این دوتاست در واقع برای مخاطب عامه ولی خب من مطمئنم روزنامه نگارها و کسایی هم که علاقه من به فکت چکینگ جدی تر باشن هم میتونن ازش استفاده کنن بله خیلی وقت ما حالا یه چیزایی هم میبینیم روزنامه نگارا میبینیم که گهگاهی یه چیزایی توی شبکه اجتماعی مینویسن پخش میکنن ریتویت میکنن تو دل گزارش میارن فکر میکنم مهم. که حتی حضور در همین کارگاه های مقدماتی هم مفید باشه حالا به هر حال فرصت خوبیه که شنوندگان پادکست و مخاطبان یه مقدار با بحث‌های آموزشی دنیای فکت‌چکینگ هم آشنا بشن و ببینن به هر حال چه چیزهای مهمی رو باید در این باره یاد بگیرن به نظر من که خیلی خبر خوبی و امید دارم که همه بتونن توی این کارگاه شرکت آره. شکر. خوبیش که روز جمعه از هر دوتا روز هم سیزده خورداد هم بیسته خورداد جمعه است و نوه شب هم است و یه ساعته تازه اولیش که برخوز. قبل از چیز هم هست تعطیلات ارتحالی دی و اینا هم هست دیگه سیزده خورداد آره. آره, فرصت آره، آره. خوبه اگر. اصلا برای همین دو هفته با یه اختلاف گذاشتیم چون بعضی چون تعطیلات طولانیه میرن سفر و اینا حالا ممکنه هر کدوم رو تونستن میتونن شرکت کنن خب این خبر که مربوط به خودمون قبل اینکه که بریم مرور چه کار رو شروع کنیم دوباره برگردیم روی ماجره که همچنان هم خبرسازه و یه اشاره کوتاهی هم بکنیم به خبرهای مربوط به سفر خانواده قالیباف به ترکیه قبلا هم گفتیم که اینجا ما در حال رصد ماجرا هستیم هرچند هنوز چیزی منتشر نکردیم ولی خب هنوزم بسیاری از چیزهایی که درباره این سفر وجود داره از جنس اظهار نظر هنوز خیلی چیز قابل فکچکی نداره به اون صورت خب این هفته یه فایل صوتی از مهدی طائب فرمانده قرارگاه امار منتشر شد که گفته بود که خانواده قالیباف به قصد دیگه ای به ترکیه رفته بودن و از سوریه اومده بودن حالا ادعای آقای تایب در واقع دفاع از خانواده غالی باف بود ولی خب بعد بعدتر یه تصاویر بیلیت منتشر شد که طبق اونا پروازا سفر مسیر مستقیم از تهران به استانبول و برعکس بوده در ما هنوز داریم خبرها رو بررسی میکنیم یک ویدیویی هم تازگی منتشر شد از تلویزیون ترکیه که یه گزارشگر ترک که اتفاقا این ویدیو خیلی هم تو شبکه اجتماعی دست به دست شد که گزارشگر ترک داره درباره ماجرایی که حالا اسمشون رو گذاشته بودن ایران گیت داره صحبت میکنه و داره میگه که تعداد زیادی از آپارتمان ها خریداری شده توسط خانواده های مقامات ایرانی و خیلی داشت اینو به عنوان یک ماجرای داغ معرفی میکرد و بررسی میکرد خب این خیلی تو شبکه های اجتماعی فارسی هم پخش شد و در واقع باهاش به عنوان فکت و سند برخورد میشد و اینکه خب پس قضیه تموم شد دیگه ببین دیگه رسانه های ترکیه هم داره اعلام میکنه من اینو همون هفته که این منتشر شد فرستادم دوباره برای اون دوست فکچکر ترکیه که تو سایت فکچکینگ دورلوک پای در واقع مدیر اون وبسایته ازش پرسیدم که این چیه جریانش آیا قابل اعتنا هست یا نه یا که سند و مدرک جدیدی داره رو میکنه که گفت نه این حالا واقعا خبرنگار معروفیه در در یک شبکه ای که در واقع طرفدار دولت ترکیه است این داره پخش میشه ولی چیز جدیدی اعلام نمیکنه و داره استناد میکنه باز هم به رسانه های ایرانی یعنی داره بازگو میکنه اون چیزی که در رسانه های ایرانی که احتمالا یکیش همون ایندیپندنت فارسی بود که چیزایی که منتشر کرده اون گزارشی که منتشر کرد چند هفته پیش استنادش به حالا رسانه ایرانیه نه اینکه تحقیق مستقلی خودشون انجام داده باشن یا مدرک جدیدی رو کرده باشن و حال به صورت کلی هنوز اون چیزی که فعلا منتشر شده با اینکه خب از طرف ظاهرا از طرف افکار عمومی قبول شده این ماجرا که اینا رفته بودن که آپارتمان بخرن به عنوان یه فکت ولی خب همونجور که هفته پیش هم حرف زدیم به عنوان فکت چکر برای من و شما رضا هنوز و بقیه دوستان هنوز مدرک غیر قابل انکاری از این ماجرا منتشر نشده و هنوز همش هنوز فکتی نیست که ما بتونیم چکش بکنیم و هر حال سوژه خبری خیلی مهمیه در صحبت زیاد میشه ما هم حواسمون هست اگه چیزی پیدا بکنیم قابلیت فک چک شدن داشته باشه بهش بپردازیم خلاصه این از مقدمه خب اول یه فکچک درباره پوشش دانشجویان در غرب رو داریم و اونو بررسی میکنیم یه فکچک هم داریم از رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود بدهی های ایران نزدیک به صفره و این یک موفقیت بزرگه گفته وزیر بهداشت رو فکچک کردیم درباره اینکه گفته بود واکسن هایی که تو ایران تزریق شده از فایزر و مدرنا هم بهتر بودن یه فکت داریم درباره وضعیت مرگ خودخواسته در کانادا بعدش هم دو سه تا فکت اقتصادی رو مرور میکنیم درباره رکورد چاپ پول در ایران حرفی زنیم و همینطور یه مطلبی هست یه فکچک چک کوتاهی در درباره لاتاری و اینکه ایرانیا چقدر برای برنامه مهاجرت به آمریکا از طریق آلون برنامه معروف لاتاری اقدام اینم در ضمن اعلام بکنم که ما از این هفته یه سلسله مقالاتی که قبلا چند سال پیش منتشر میکردیم با عنوان نشر عکازی دوباره تو سایت فکنامه احیاش کردیم سعی میکنیم هر دو هفته یک بار یه نمونه از اینها رو منتشر کنیم در واقع نشر عکازی یک خلاصه یه از اخبار و تحولات مربوط به فکچکینگ و درستی سنجی و مبارزه با اطلاعات نادرست در دنیا و لزوما مربوط به خبر ایران نیست یه حالت کپسول خبره برای کسایی که بخوام آخرین تحولات این حوزه از روزنامه نگاری رو بدونن حالا تو پادکست دیگه زیاد بهش نمیپردازیم ولی سعی میکنیم اگه خبر جالبی دیدیم در طول اپیزودهای بعدی اونو بخشایی از اون سلسله مقالات نشر کوزی هم توی اپیزود بگنجونیم خب بریم بریم که خیلی فکت چک بریم خیلی کار داریم این هفته ولی خب به هر حال فکت جالبی دارن امیدواریم که از مرورشون لذت ببریم در همه دانشگاه های دنیا برای پوشش دانشجویان ضوابطی تعریف شده که دانشجویان موظف به رعایت اون هستند اما به زعم رسانه های فارسی زبان بیگانه این بایت ها و نبایت ها در دانشگاه های ایران از جنس با ماجرای پوشش دانشگاه. در دانشگاه خارج از ایران شروع کنیم ماجرا مربوط میشه به بخش خبری 23 تلویزیون ایران که شنبه 11 اردیبهش گزارشی منتشر کرد که اولش نشون میداد مثلا وضع پوشش دانشجویان در ایران به قول اونها نامناسبه صورت دانشجوها را محو کرده بود مجری میگفت که در همه دانشگاه دنیا برای پوشش دانشجویان ضوابطی تعریف شده که دانشجویان موظف به رعایت آن هستند بعدم تو این گزارش ادعا میشد که در بیرون از ایران دانشجوها به دلیل رعایت نکردن قوانین پوشش دانشگاه اخراج میشن دو تا مصاحبه تصویری هم ترجمه کرده بودن و با این عنوان که اینا دانشجوی هستن که به خاطر این موضوع از دانشگاه از دانشگاه اخراج شدن خب این اولین بار نیست که یه چنین مسئله مطرح میشه ما قبلا هم این موضوع رو توی فکتنامه بررسی کردیم در اپیزود اول پادکست دربارهش صحبت کردیم خب ما سال 97 یه گزارشی رو که تو خبرگزاری فارس در این باره منتشر شده بود به عنوان که گفته بودن ادعا کردن در همه دنیا برای پوشش دانشجویان قوانین سختی وجود داره فکت چک کردیم یک فکت چک دیگر سال 1400 انجام دادیم که درباره این یه آقای به اسم مهدی بیاتی کارشناس حجاب و عفاف خودشو معرفی کرده بود ادعا کرده بود که نه فقط ما در تمام دنیا روی لباس حساس اصلا در کشاره لایک دانشگاه ها و برخی رستوران ها قانون پوشش دادن اینا رو خب ما به هر حال قبلا بررسی کرده بودیم و اونجا قشنگ مفصل توضیح داده بودیم حالا ضمن اینکه بخشی از حالا اون گزارش سال 97 فارس و این یکی 23 اصلا کلا جعل, جعل واقعیت حالا حالا بهش میرسیم ببین خب بخش اول ادعا که میگه قوانین پوشش در دانشگاه ها وجود داره بعد میره سراغ دانشگاه ها نکته جالب اینه که همه دانشگاه های بزرگ و اسم و رسم رو اینا رو ول میکنه میره سراغ یه دانشگاه مذهبی به اسم بیرگامیانگ میگه اینا توی این دانشگاه میگن که قد شلوارک یا دامن باید چقدر باشه خب یه چیزهای ادعایی مطرح میکنه اما نکته جالب اینه که این دانشگاه یه دانشگاه مذهبیه یعنی به طور ام. کامل از طرف کلیسا اداره میشه و متفاوت از اون حالا دانشگاه های متعارفی که ما میشنویم و میشناسیم اینها ببین اینجا صدا ما در واقع داره تلاش میکنه این گزارش که با نشون دادن قوانین پوشش توی دانشگاه خاص که اتفاقا دانشگاه مذهبی وابسته به کلیسا و یه شرایط خاصی داره این تصور رو به وجود بیاره که کلا تو دانشگاه ها دارن یه سری قوانین رو وضع میکنن و قوانین پوشش دارن یه دانشگاه دیگر رو هم میگه به اسم دانشگاه گیلفورد در انگلستان بعد یه ویدیویی ازشون نشون میده پاهای چند نفری که توی یه جای نامعلومی وایستادن بعد یه خانمی داره مصاحبه میکنه میگه این محدودیت برای شلوار بگی خب این مدل حتما میدونید که مدل شلوار خیلی گوشد و اسکینی یه شلوار تنگ وجود داره اینجا در دانشگاه گیلفورد که کارگروهی برای نظارت بر لباس دانشجویان و ممنوعیت استعمال دخانیات تشکیل شده. بگی تو That's all included in that. خب مشکل اصلا اینجاست که این ویدیو اصلا مربوط به انگلستان نیست اون تصویری که داره نشون میده گوشه آرم مخصوص شبکه محلی تو آمریکاست غیر از اونم حالا تو سایت اون دانشگاه گیلفورد میریم نگاه میکنیم تنها جایی که صحبت از لباس دانشجویان شده در مورد رنگ و قیمت پیشنهادی برای لباس های که تو مراسم فارغ و تحصیلی میپوشن معمولا هم همینه معمولا هم تو نمونه های دیگه تنها قصد تنها موقعی که درس کود واژش استفاده میشه واژش استفاده میشه و اعمال میشه این جور مراسمه مراسم فارغ و تحصیلیه که همه باید با لباس رسمی اون مراسم باشن اینو نمیشه یکی با شلوارک باشه بره ببین نکته اینه که برای حضور در مراسم فارغ التحصیلی برای حضور در بعضی از کلاس های درس چون اون مثال سومشون هم به همین موضوع برمیگرده اینها مثلا قرار کسی بره تو آزمایشگاه خاصی چیز بکنه اینا درس دارن خب تو آزمایشگاه یارو نمیتونه با شلوارک و شورت بره که باید یه چیزی بپوشی یه روپوش مخصوصی بپوشی تو مراسم فارغ التحصیلی که مثلا تیشرت که نمیرن همه قرار یه لباس فرمی بپوشن باید. تو این اتفاقا تو این نمونه سوم که دانشگاه هامپتون بود که توی اون گزارش آورده بودن که حالا برخلاف ادعای گزارش توی اونم تو بریتانیا نیست توی آمریکا هی. برای دانشجویان مثلا اومده توضیح داده که توی محیط خاص دانشگاه بر اساس اون فضا بر اساس اون چیز بعد لباس توی مثلا کافتریا تو مثلا کلاس درس خب فرق داره با اون توی باشگاه ورزشی که تو دانشگاه هستش تو باشگاه ورزشی باید قاعدتا لباس ورزشی بپوشن توی سایت دانشگاه اومده یه چندی چیزی رو اشاره کرده بعد اسم اسمم آورده گفته لباس های رسمی لباس نیمه رسمی لباس کژوال یعنی لباس های راحتی و ها <متصفح> اونجا اسم نروردن که خب این اومدن حالا ترجمه کردن به عنوان لباس مناسب و این رو توی گزارش آورد یعنی اصلا بحث لباس نامناسب مطرح نشده یعنی نیست که قوانینی باشه یا الزامی مثلا دقیقا نشد. همینطوره آره. یه بخش دیگه هم این ادعا داره اونم مربوط به اخراج دانشجو به دلیل پوششه که واقعا چیز عجیبیه هستند حتی دانشجویانی از دانشگاه های مختلف در دنیا که به علت رعایت نکردن قوانین دانشگاه در پوشش لباس از ادامه ی تحصیل محروم شدن برای دو تا ویدیو تو گزارش 23 نشون داده میشه ما اصل هر دو ویدیو رو پیدا کردیم توی سایتمون هست در مطلب این مقاله این فکت چک هر دو ویدیو مصاحبه با دو تا دانش آموزه اینا اصلا دانشجو نیستن دو تا دانش آموزن دارن میگن که یونیفرم مدرسه رو نپوشیدن و یکیشون ی... یک روز و یکی دیگهشون دو هفته تعلیق شدن نه اخراج خب یعنی تقریبا همه اجزای خبر نادرسته تازه به همینم داره اعتراض میشه در واقع رسانه توی آمریکا رفته آه. گزارش تایید که داره به همینم هم اعتراض آره ات... اصلا گزارش آمریکایی اعتراض به همین که به حال مقایسه وضعیت دبیر دبیرستان و مدرسه با دانشگاه خب یه مقایسه نادرستیه دیگه به هر بحث مهم اینجا سن قانونی توی خیلی از کشورها خیلی از قوانین مثل ورود به بار خریدن سیگار نوشیدنی الکلی رانندگی دیدن بعضی فیلم ها رفتن به بعضی سینما ها برای اینها بین افراد زیر سن قانونی بالای سن قانونی تفاوت های قائل میشن تو دبیرستان هم تو بعضی از دبیرستان ها مثلا آه. بعضی دبیرستان خصوصی یا بعضی جاها خب بحث یونیفرم مطرحه ولی باید توجه داشته باشین اینها برای کسایی که زیر سن قانونی هن. و این قوانین لباس مدرسه اینها با مسئله پوشش در دانشگاه خیلی فرق داره که حالا به هم جوری هم که گفتی تو این مورد خاص اصلا بحث اخراج هم مطرح نبوده یه روز یه هفته تعلیق بوده که داشتن بهش اونم اعتراض میکرد اون چند سال پیش که این قصه رو ما قصه مشابه رو از خبرگزاری فارس فکت چک کردیم خیلیا برای ما در رد فکت چک ما برای ما منبع میفرستادن این میگفتن نگاه کن این درس داره این درس داره این سا... لینک میفرستادن یه چیزی که خیلی همه اینا داشت بیشترشون اونایی که درس کد در سایت دانشگاه اعلام شده بود یعنی قوانین پوشش برای کارکنان اون دانشگاه بود برای مدرسین بود برای کارمندان بخشای اداری بود که شما باید مثلا شلوار بپوشی باید کروات بزنی باید نمان فلان کن هیچ ربطی به دانشجو نداره دانشجو رو نمیتونن بگن که شما چی بپوش چی نپوش ولی کسی که دارن بهش حقوق میدن رو خب میتونه بگن ما از شما انتظار داریم که با این وضع ظاهر بشید یعنی این هم هست تو خیلی از چیزهایی که دانشگاهی میگن درس کد دانشگاه درس کود برای کارکنان و اساتیده معمولا یه بخشی به همین اندازه که حالا اینا رو بخشی هم کامنت گذاشتن افرادی که تو خارج از کشور تحصیل میکنن وضعیت و مشاهدات و تجربیات خودشون رو گفتن از وضعیت چیزی که بود که واقعا میگفتن شاخشون از انتشار یه چنین گزارش هایی در میاد آره یکی مثلا نوشته بود با شلوارک تزش رو دفاع کرده بود یکی دیگه هم برامون نوشته بود تنها چیز اجباری تو دانشگاه ما ماسک اونم قوانین ایالته و همون رو هم کسی نیست چک کنه خب چون حراست و اینا به اون شکلی که فکر میکنیم تو ایران هست نداریم مردم همه بر اساس وجدانشون ماسک میزنن چند نفرم به قوانین جدید طالبان اشاره کردن گفتن شاید منظور صدا از قوانین پوشش مربوط به طالبانه طالبان هم خب مثل ایران قوانین محدود کننده پوشش داره و اخیرا هم که تشدید کردن این سخت رو برای مثلا پوشش زنها و خلاصه این ماجرا باز هم مطرح میشه و باز هم این واکنش ها رو میگیره دیگه یه نکته با مزه داره ما خب به این نشان شاخدار دادیم و اون قبلی هم شاخدار معمولا وقتی ما نشان شاخدار میدیم بعضی میان مینویسن که چرا به این شاخدار مثلا نادرست میدادیم بهتر بود اینا این یکی از مواردی که هیچکی معترض نمیشه بهش که چرا به این قبیل اخبار ما شاخدار میدیم کسی هم اعتراض میکنه داشتیم کسی اعتراض کرد که آقا بر یه نشان بالاتر از شاخدار بیارید اعتراض به این دیگه یه چیزی هم هست یه نکته هست ای که واقعا یه شاخدار کلاسیکه <laughs> واقعا درباره این فکچک خب این موضوع خیلی میشه حرف زد به قول خودت از اون سوژا و فکت های کلاسیکه این کلاسیک که این شاخدار کلاسیک حالا نکته جالبش اینه که به هر حال این چندمین بار مطرح میشه به شکل های مختلف از این چند باری که ما رفتیم سراغش بهش پرداختیم قبلا دربارهش زیاد مطلب تولید شده خیلی جزوه دربارهش تهیه کردن ویدیو ساختن از این ویدیوها ساختن که میرن با مردم نشون میدن عکس نشون میدن میگن این قوانین کجاست بعد مثلا ملت میگن این قونه من حوزه علمی است میگن نه دانشگاه <تصح> <تصح> <ببید. تصح> من تصورم اینه که این چند این یکی از مصادیق دیس حالا به اخبار جعلی سازمان یافته یعنی اگه قرار باشه یه جایی بیان توی یه سرفصل دانشگاهی بخوان مثلا دیس رو توصی بدن این یکی از کیس استادی نمونه‌های موردی دیسینفورمیشن چون همه ویژگیاشو داره تکرار و اصرار تو انتشار خبر رو داره الگوهای مشابه داره تو فرم و محتوا همه به یه شکلی دارن چیز میکنن اینایی که دارن پخشش میکنن خواستگاه مشترک دارن انگیزه های اج... این به هر حال به نظر من این یک مستاق بارز دیس اینفورمیشنه که جالبه یعنی میتونه به عنوان کیس استودی هم مطرح باشه این از این جهت هم خواستم توی قالب دیس اینفورمیشن هاییه که این سالها درباره حجاب از طرف ایران ما زیاد میبینیم این تو... هجاب و پوشش که ما چند موردش هم تو اپیزودهای قبل هم حرف زدیم مثل اون قصه نیور... پلیس گشته شد تو نیویورکو نیویورک و یه چیز دیگه هم بود وسیعت نامه شهده وسیعت نامه شاهده که... هجاب دارن میگن یعنی شکلای مختلف برای مخاطبا از تیفای مختلف نظرسنجی های عدد رقم هایی که رو هوا درباره اینکه چقدر آره. افراد تمایل به هجاب دارن مطرح میشه ما یه دونه در واقع از این تگای هجاب داریم تو سایتمون اه. اه، آره که اونم لینکش رو میذاریم توی توضیحات پادکست چند تا فکچکی که حالا ما گذاشتیم اینجا قابل دسترس میشه دید بر حال یه موضوع قابل مطالعه و بررسی توی اصلا میخوایم در مورد بعضی از موضوعات که زیاد داره تکرار میشه و به نظر ما یک روند دیسینفورمیشن داره به خودش میگیره رو میخوایم مخ... 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 جدا کنیم که اینا همه یک جا با هم دیگه جمع بشه یکیش مثل مثلا همین هجابه یکی دیگهش بحث بحران پیر شدن جمعیت ایرانه چیزایی که به های مختلف برای پیش بردن یک سیاست یا یک نوع تفکر داره ازش استفاده میشه که به واسطه میس و اخبار نادرست پیش ببره خب دیگه بیا ازش عبور کنیم چه فکچک زیاد داریم بریم سراغ یک گفته ای از رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای که بهش نشان گمراه کننده دادیم و از اون این یکی هم از اون گمراه کننده های کلاسیک بود زمینه اقتصاد کشور ما با وجود تحریم با وجود سرگیری ها دچار بدهکاری نشد خیلی از کشورها شما نگاه کنید همسایه و غیر همسایه ما با اینکه نه تحریم بودن نه این همه دشمنی داشتن 300 میلیارد 400 میلیارد به بانک جهانی صندوق بین المللی به فلان کشور بدهکار شدن ما بدهکاریمون نزدیک صفره حالا صفر نیست اما نزدیک صفر این موفقیت کمی نیست خیلی مهم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 23 فروردین گفت ایران با وجود تحریم ها دوچار بدهکاری نشد و بدهکاری ایران صفر نیست ولی نزدیک به صفره و این موفقیت کمی نیست خب برای بررسی این جمله ما دو تا نکته رو در واقع توجه خاص کردیم دو تا عبارت رو. یکی نزدیک به صفر و یکی کمی که گفته بود موفقیت کمی نیست حالا ام. ببین خب نزدیک به صفر یک عبارت یه قید نسبی داره دی. یه نسبیتی دارد. وقتی میگی صفر خب داریم منظور مشخصه داری چی میگی توی ریاضی مشخصه ولی وقتی میگی که نزدیک به صفر بستگی داره که در قیاس با چی داری میگی امه. مثلا ده میلیون تومن در مقابل ده میلیارد تومن نزدیک به صفره، ولی ده میلیون در مقابل هزار تومن خب پول زیادیه از اون طرف اون بحث موف... موفقیت هم که داره میگه موفقیت زیادیه یا میگه دقیقش میگه موفقیت کمی نیست این هم همینطور خب با شاخص روشنی برای اینکه م... سنجش موفقیت که نداریم یه چیز انتضاییه اینکه حالا بعدم حالا موفقیت فرزن شاخص داشته باشیم اینکه موفقیت کمه یا زیاده این هم یه ذره مسئله رو پیچیده میکنه به خصوص حالا در این مورد خاص در مورد بدهی که حالا مشخص اصلا موفقیت کی میخواد بیاد با شاخص بدهی چی جوری تعریف کنه ولی به هر حال ما رفتیم سراغ فکت ها که ببینیم این جمله چه نسبتی با واقعیت داره خب سال اولی که بهش جواب دادیم این بود که بدهی خارجی ایران اصلا چقدر رضا؟ بله توی سایت حالا مشخصه ما رفتیم به آمار بانک مرکزی استناد کردیم این آمار نشون میده که بدهی خارجی ایران تا اواخر آذر ماه تو حدود 10 میلیارد دلار بوده با احتساب معوقات توی سالهای گذشته به هر حال از نماگرای بانک مرکزی در آوردیم عددا تو همین هول و هش بودن ولی خب این مشخصه این عددا نزدیک به صفر نیست ولی اگرچه به نسبت تولید ناخالص داخلی ایران و به نسبت بدهی خارجی سایر کشورها بله بسیار پایین و عدد کوچیکی محسوب بشه این وسط من یه پرانتز باز کنم چون ممکن برای بعضی این سوال پیش بیاد که الان چه گفتی استناد داری میکنی به آمار بانک مرکزی خب یکی شاید بیاد بگه که چطوری اعتماد میکنید به آمار بانک مرکزی چرا استناد میکنید به اونا ما قبلا خب مفصلا درباره این صحبت اه. کردیم که تکلیف ما با, با مراجع آماری چیه قبلا مفصل حرف زدیم اما بیایم فرض بکنیم که یه دونه ما آمار بانک مرکزی داریم یه آمار دیگه هم داریم که یه مؤسسه دیگه بین المللی داره منتشر میکنه جفتشون هم مرجع محاسبتشون هم با هم دیگه فرق میکنه اه. خب ما بحثی وقتی که یه نفر داخل ایران یه مقام جمهوری اسلامی داره یه حرفی رو میزنه اولین کاری که میگم میکنیم میریم به سراغ منابعی که تو همون زمینه اون آدم برسی یعنی میریم حرف اون رو با منبعی که خودش داره و خودش قبول داره اول میسنجیم حالا مثلا گفتم یه چیزی مثل نفت مثلا اوپک یه،, یه آمار تولید نفت ایران رو که اعلام میکنه یه آمار داره آماری که از منابع دست دوم به دست آورده یه آماری که از منابع داخلی ایران رسمی گزارش میکنه این دوتا آمار هم یه تفاوت دارن بستگی داره بعضی وقتا این تفاوت زیاده بعضی تفاوت کمه تو یه دوره های اصلا هیچ آمار دولت ایران اعلام نمیکنه اوپک برآورد خودش رو بر اساس روشهایی که داره به دست میاره خب ما اونجا وقتی که یه مقام ایران داره صحبت میکنه سعی میکنیم اول با منابع خودش بریم اون رو بررسی بکنیم اگه منابع خودش حرف خودش رو رد میکنه اینجا دیگه کافیه اه. ولی اگر یه مرحله جلوتر لازم شد بریم بعد میریم با منابع خارجی هم چک میکنیم تو این مورد خاص هم این کارو کردیم تو این مورد خاص اول به با منابع بانک مرکزی استناد کردیم بعد رفتیم سراغ منابع دیگه‌ای که توی اونها هم منابع خارجی بودن برای مقایسه با سایر کشورها رفتیم اونجا هم بررسی کردیم ببینیم که اونها چه برآوردی از میزان بدهی خارجی جمهوری اسلامی ایران دارن حالا برگردیم به فکر خب خب آمارا نشون میده که این بدهی تو این ده سال به مرور کمتر و کمتر شده حالا سوال مهمی که باید بهش جواب بدیم اینه که بالا بودن بدهی خارجی یک کشور چیز بدی هستن یا پایین بودنش نشانه موفقیت اقتصاد کشور هستن بدهی به خودی خود چیز خوب و بدی نیست یعنی چیزی که شما بدهی داشته باشی آدم موفقی هستی یا کشور موفقی هستی یا ناموفقی اینها این تصور عام شاخص... اینه که احتمالاً من خودم هم خیلی وقت قبل خوندن این مقاله ببین مثلا برام این موضوع چیز بود که خب بدهی بده دیگه آدم بدهی داشته باشه احمد آقا میاد پیش اکبر آقا احمد آقا هیچی بدهی نداره اکبر آقا تا خرخره بده کاره خب توی تصوری وجود داره که اونی که بدهی نداره موفق تره اونی که بدهی داره بیچاره ولی حالا در مقیاس کلان اینجوری نیست شما وقتی میری تو بازار نگاه میکنی اتفاقا اون بازاریه که بدهی بیشتری داره نشون اعتبار بیشتری گاهی اوقات اصلاً مسئله فرق میکنه وقتی از اون فراتر میری توی داره. کشورا حساب میکنی در مقیاس اقتصاد یک کشور حساب میکنی اصلاً دیگه قضیه فرق میکنه ببین ما یه جدولی درست کردیم یه نقشه اینتراکتیوی هست قشنگ میشه روش رفت نگاه کرد کشورایی که, که بیشترین بدهی رو دارن جدولم هست <applause> <سؤال> کشورهایی که بده کمی دارن خب شما میبینید رأس اون جدول رو نگاه بکن ببین چه کشورایی اون پایین نگاه خب این نشون میده که هر اقتصادای موفق دنیا هر چی اقتصاد یک کشور پویاتره قدرتمندتره به نظر میسه بدهیش بیشتره و اون پایین جدول رو نگاه میکنه ایران تو رتبه 110ه خب ایران جز اون پا... پا... کشورهای پایین اون پایین که جدول نگاه میکنه خب میبینی که کشورهایی که وضعیت اقتصادی درستی ندارن شرایط کسی اعتماد و ات... بهشون نداره بره سرمایه اعتباری ندارن که کسی بهشون وام بده خب اینا وضعیتشون بدتره آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند اینا پنج تا کشور اولن که بالاترین بدهی رو دارن حالا چین و اینا هم بدهیشون بالا اونا هم جزو ده 15 تا کشور هستن که چین و هند هم هستن که بالاترین میزان بدهی رو دارن شما کشورهای تای جدول نگاه کنی افغانستان ترکمنستان جمهوری آفریقای مرکزی اریتره لیبریا سیرالئون سورینام چاد این کشورهای هستن که به حال کمترین میزان بدهی رو دارن این وجود داره ضمن که حالا اگه بخوایم بیایم راجع به دلایل پایین بودن بدهی خارجی ایران هم صحبت کنیم اینه که آقای خامنه ای تاکید میکنه به رغم تحریما ما بدهی خارجیمون نزدیک به صفر و این خیلی موفقیت بزرگیه ولی خب بحث اینه که خود تحریم ها و انزوای اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم پایین بودن بده تو همین وضعیت نمودار هم داریم توی مطلب که نشون میده که در سالهای مختلف چه جوری بوده میزان بدهی ایران قشنگ رسما تحریما که میاد بدهی خارجی ایران هم کم میشه یعنی عملا ایران نمیتونه سرمایه خارجی جذب کنه نمیتونه بیار مثلا بره وام بگیره خب این باعث میشه که بدهی خارجیش پایین با باشه ما اینو میدونیم که به هر حال ایران در سالهای گذشته دنبال گرفتن وام بوده دنبال 5 میلیارد دلار وامی بوده از صندوق بین المللی پول 55 میلیون دلار از یورو از بانک جهانی برای مقابله با کرونا وام گرفته یعنی اینطوری ایران تلاش نکرده باشه وام بگیره ولی اینه که بهش ندادن خب کسی نیومده سرمایه گذاری کنه بعد وقت رهبر جمهوری اسلامی پا شده اومده میگه این نشانه موفقیت بزرگی به رغم تحریم ها خب اتفاقا اگه تحریم ها نبود میتونست به دهی خارجیشون رو برن بالا بیشتر بتونن سرمایه گذاری جذب کنن و اعتبار اقتصاد رو ببرن بالا و یه رونق ایجاد یکی از مخاطبا توی اینستاگرام برامون کامنت گذاشته که من کامنتش رو بخونم انتقاد کرده درباره این فکت اینکه عینک بدمیدنی شما باعث میشه دقیقا همون چیزی رو بگین که دشمن این سرزمین میگه و به همونی گرایش پیدا کنین که دشمن میخواد چرا از مفهوم واقعی بدهی خارجی صحبت نمی کنی و به مطلب جهت میدی سرنوشت کشورهای شرق اروپا که در اثر بدهی خارجی در آستانه فروپاشی قرار گرفتن رو ذکر نمی کنی. البته این کاربر خیلی کامنت گذاشته ما این یه دونه رو به نظرمون بد نبود که شاید پاسخی بهش بدیم بحث دو سه تا بحث حالا اون قسمت دشمن و اینا رو بذاریم کنار ما اصلا نگاه از این زاویه نگاه نمیکنیم به ماجرا ما از زاویه فکتوال نگاه میکنیم حالا این بحث مشخص نکرده که کدوم کشورها در شرق اروپا الان در آسان فروپاشی قرار دارن به دلیل بدهی اینا ولی بله بدهی خارجی در شرایطی که اه... کشورها وضعیت اقتصادیشون درست نباشه بعد چشمندازی برای بازپرداخت بدهی ها وجود نداشته ببین بدهی چجوری به وجود میاد یه کشوری وام میگیره اونی که وام میده که عاشق چشو ابرونی اون بالاخره نگاه میکنه که این وامر قدرت بازپرداختشو دارن این وام رو من به اینا بدم به هم پس میدن یا وقتی میخواد یکی بیاد سرمایه گذاری کنه توی یه کشوری مثلا میذاره اماراتو میذاره ایرانو میذاره بغل هم <applause> خب من می‌ارزه ریسک سرمایه‌گذاری خارجی تو ایران چقدره؟ ریس مصر... ریسک ریسک تو امارات چقدره؟ خب برمیدارن می‌بره امارات سر. اینا رو می‌سنجن و میان چیز می‌کنن و توی محاسباتشون رو در نظر می‌گیرن که آیا اینا توانایی به حال این سرمایه‌گذاری من بازده خواهد داشت؟ آیا وامی که میدم این کشورا پس میدن، نمیدن؟ خب یه کشورهایی هستن بحران اقتصادی دوچارش میشن، بعضی کشورای اروپایی اتفاق افتاده برایشون. دچار رکود میشن به هر بحران به وجود میاد یه چنین شرایطی میاد خب اونجا بدهی براشون یه اهرم برها فشار میشه ما این بحثیه که حالا اگر حالا این دوستمون علاقه داره بره مطالعه بکنه یه گزارش داره صندوق بنورالی پول ما تو مطلب لینکش رو گذاشتیم اونجا داره میگه مثلا بدهیه بدهی کلا حجم بدهی داره میره بالا به نسبت تولید ناخالص داخلی و این اصلا نگران کننده است میتونه در آینده بحران ایجاد بکنه اینها هست این موضوعات وجود داره به هر حال این که چشمانداز این که طلبکاران به این بدهی ها چه جوریه این یه بحثی هستش که مطرحه توی سطوح عالی دربار صحبت میکنن ولی بحث انقدر پیچیده به این شکل پیچیده و پیش پا افتاده نمیاد مطرح بشه ام. ما نکته ای که وجود داره تو صحبت آقای قانون من حالا مثلا تردید ایجاد میشه که اصلا شاید نمیدونه بدهی خارجی چیه کانتکت یا اون چیزی که مثلا اونی که اومده این رو نوشته داده دستش اون درکی از بدهی خارجی نداره برای یک اقتصادی مثل ایران قطعا بالا بودن بدهی خارجی هرچین این عدد بالاتر بره نشون میده که اتفاقا این اقتصاد داره تکون میخوره بقیه هم دارن به چش اینکه این اقتصاد داره پیشرفت میکنه و میره جلو نگاه میکنن افتخار نداره بگی نزدیک به صفر نه اتفاقا توی کشوری مثل ایران شما باید ببری اعتبار تو بالا بتونی نیاز داره به سرمایه گذاری خارجی برای یک کشور من میگم در مورد این بحثی که داره خامنه ای مطرح میکنه این اصلا خیلی فرق داره خیلی متفاوت از اون بحث های تخصصی که درباره بدهی خارجی و مخاطراتش و ریسکاش و اصلا کلا نسبت بدهی خارجی مهمه کانتکس فرق میکنه یه جایی توی قهوه خونه دارن دو نفر با هم حرف میزنن که این به نظر میرسه حرف آقای خامنه اینجوریه یه جایی دارن توی دانشگاه خیلی معتبری درباره یه مفهومی صحبت میکنن این فرق این دوتاست خب از،, از, قهوه خونه بریم سراغ کرونا و واکسن واکسن هایی که از ویروس کشته شده استفاده میشه اثر بهتری داره و واکسن هایی که به عنوان واکسن های نوترکیب و پروتئین های نوترکیب هستن مثل فایزر و مدرنا اینقدر اثر بخشی نداشتن و همه اینها باعث شد که ما الحمدلله این بهرام ایناللهی وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی روز 19 اردیبهشت توی سخنرانی میگه که ما خیلی موفق بودیم در مهار کرونا و یکی دلایلش این بود که از واکسن‌های خوبی استفاده کردیم که از فایزر و مدرنا بهتر بودن یکم قبلترم این رو تکرار کرده بود روز 14 اردیبهشت تو مصاحبه با صدا و سیما تو بخش خبری گفته بود که یکی از دلایلی که ما تونستیم کرونا رو کنترل کنیم این بود که واکسن های خوبی تزریق کردیم که از فایزر و مدرنا بهتر بودن خب اینطور نیست ما تو مطلب مطلب اول رفتیم سراغ این که چه واکسن هایی اصلا تو ایران تزریق شدن پنج تا واکسن ایرانی بوده چهار تا واکسن خارجی خب این همه اینا یا از ویروس های غیر فعال یا ضعیف شده استفاده میکردن یا از پروتین ها و آدنو ویروس های نو یعنی فناوریشون اینطوری بوده یعنی برخلاف فایزر و مدرنا که از فناوری ام استفاده کردن یه نکته جالب اینه که توی مصاحبه تلویزیونی و اون اخبار وزیر بهداشت میگه فایزر و مدرنا از پروتئینای نو استفاده کردن حالا که خب حالا شاید برنامه زنده بوده ما مطمئن نیستیم ولی به حال ممکنه که حالا یه لغزش کلامی بوده فکر کرده فایزر و مدرنا چون حالا فناوریای نوینی دارن این همون فناوری پروتئینای نو ترکیبه البته توی سخنرانی بعدی نمیگه تصریح میکنه یه جورایی ولی جالب بود حالا بگذریم از این ما رفتیم سراغ این که آیا واقعا چنین چیزی اثبات شده که حالا واکسنهایی که تو ایران استفاده شده بهتر از فایزر و مدرنا بودن؟ خب ما هرچی گشتیم چنین چیزی در مقاله ها و منابع معتبر پیدا نکردیم کلا خیلی حرف, حرف, حرف و ادعای علمی نیست جایی بررسی نشده این اتفاقا یه شواهدی هست که برعکسشو نشون میده مثلا مجله علمی و معتبر نیچر یه مقاله منتشر شده توش که جمعوری و بررسی نتایج کارآزمایی بالینیه تو اون مقاله نتیجه گرفته میشه که اثرگذاری فایزر و مدرنا برای کسایی که بیماری با علائم دارن از بقیه واکسن ها بیشتر البته برای کسایی که خیلی بیماری شدید دارن یا افراد بالای 60 سال تفاوت خاصی تو اثرگذاری واکسن ها دیده نمیشه یعنی نه تنها این پژوهش حرف آقای عینولایی رو تایید نمیکنه که اصلا برخلافشه البته تو همین پژوهش توی چند تا منبع دیگه که مثلا تو سایت انجمن بیماری اوفونی آمریکا اومده به این مثلا اشاره شده که این اثر بخشی نباید همه ملاک های ما باشه باید به عوامل مختلفی توجه کرد مثلا میزان دسترسی هزینه ها زیر ساخت ها عوارز جانبی وضعیت جمعیتی جغرافیایی یه نکته هم وجود داره ببین وقتی حالا این مقالات رو میبینیم این ب... یعنی میریم منابع علمی رو مرور میکنیم بعدش میایم بریم سراغ اینکه حالا این گفته چه زمینه ای میتونه داشته باشه در واقع شایبه هم از رنگ سیاسی هم داره که آره واکسن آمریکایی خوب نیست بهرام این اللهی قبلا هم سابقه داره سابقه اظهار نظره خلاف واقع و غیر علمی و در زمینه مخالفت با واکسن واکسن آمریکایی داره یکی از امضا کننده های نامه موسوم به 2500 پزشک که حالا کلا 150 نفر که حالا بعضیاشون مثلا پزشک هم نبودن این نامه رو امضا کرده بودن یه نامه مخدوشی بود بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی ممنوع واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی و به ایران خب اونها نامه ای منتشر کردن در حمایت از رهبر و بهرام اینولایی هم یکی از افرادی بود که اون نامه رو امضا کرده بود توی این نامه یه عالم ادعاهای شبه علمی و نادرست و بی اساس مطرح شده بود که حالا ما مفصلا فکر کردیم تو چند تا اپیزود پادکست هم درباره این نامه صحبت کردیم و بهش اشاره کردیم بازم فکر کنم اشاره می بیانیه ضد واکسن بود انگار اصلا کلی از همون حرفا و تاکینگ پوینت هایی که ضد واکسن ها تو جهان میگن و در همون نوع روی کرد و داشت خیلی توی دیسینفورمیشن کرونا این خیلی نامه خیلی سند مهم و قابل توجهی ما هم همیشه حالا بعد هم بعد هم در درباره این صحبت خواهیم کرد به هر حال آقای عین یه چنین سابقه ای داره اینجا هم دوباره اومده این ادعا رو که بازم مبانی علمی نداره تا اونجا که ما گشتیم براش پیدا نکردیم این ادعا رو تو همون کانتکست تو همون زمینه مطرح میکنه و ما هم بهش نشان نادرست دادیم که البته چند نفرم برامون کامنت گذاشته بودن که چرا شاختار نده میشه <تص> همین چرا شاختار همه دوستان شاختار خب یه دلیلش اینه که واقعا بررسی همچین گفته نیاز به مطالعات زیادی داره چیزی که معلومه اینه که این حرف حالا نادرسته و اصلا اساسا حالا میخوایم کلا تو فکنامه یه ذره وسواس بیشتری به خرج بدیم تو شاخدار دادن به چیزها چون که وقتی یه به یه گفته شاخدار میدیم واقعا یعنی اینکه که شاختار لیاقت شاخدار بوده شاخدار گرفتن داشته اگه نه مثل همون, هجاب. هجاب. مثل همون, همون مثل همون هجاب. تیز پوشش که از اساس ساختگی و اصلا حرفای عجیب غریبی هن. خب اینم از این بریم سراغ فکچک بعدی که درباره ادعای شکسته شدن رکورد چاپ پول در دولت ابراهیم رئیسیه عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بود رقیب آقای ابراهیم رئیسی یک ویدیویی در توییترش منتشر کرده و گفته دولت 13 هم رکورد تاریخی چاپ پول رو شکسته ما به این گفته نشان گمراه کننده دادیم همین اول بگم <تصفيق> <تصفيق> چرا <تصفيق> آقای همتی خب خیلی وقته که منتقد سیاست های پولی و اقتصادی دولت سیزدهمه همه و خصوص سیاست های پولی و بانکی رو خیلی نقد میکنه خیلی وقت هم نقد های خیلی درست و محکمی ارائه میده ما چند بار استناد کردیم گزارشهایی گزارش... هایی که منتشر کردیم در این باره در بحث استقراز دولت ابراهیم رئیسی که مدعی ما قرض پول نمی کنیم از قرض از بانک مرکزی اونا رو ما استناد کنیم به هر حال این بار ولی آقای همتی داره به افزایش رقم پایه پولی اشاره میکنه میگه این رقم رسیده به 143 هزار میلیارد تومان که رکورد ولی یه چیز مهم اینه که ما وقتی که داریم درباره تغییرات یه چیزی مثل پایه پولی صحبت میکنیم که مثل این میونه که پول میاد رو پول میشینه اینجا خود رقم متغیر مهمی نیست بلکه این میزان رشد و درصد رشده که اهمیت داره و باید مبنای مقایسه قرار بگیره یعنی میزان رشد بالاترین نیست میزان رشد در دوره رئیسی بالاترین نیست هنوز اینطور نیست حداقل تا الان اینجوری نبوده محاسبات نشون میده که به هر حال رشد پای پولی توی پایان سال 1400 31 و 4 درصد بوده به نسبت انتهای سال 1399 در حالی که مثلا اگه برگردیم یه سال قبل وقتی که همتی هم رئیس بانک مرکزی بود خودش خب اون موقع رشد 32 و 8 بود خب یعنی یه واحد درصد الان رشد کمتر هم شده یا تو ماهای گذشته هم بررسی کردیم به حال تو ماهایی که قبل از اینکه حالا رئیسی دولت رو تحویل بگیره باز رشد پای پولی بیشتر بوده ما یه نمودار هم منتشر کردیم عددا رو گذاشتیم اونجا رشد ماهانه از رشد سالانه هست اونجا نشون میده که چرا این گفته ای آقای همتی و این تاکیدش روی رقم پای پولی ممکنه که مخاطب رو به گمراه بکنه و تصویر اشتباهی براش ایجاد بکنه بسیار خوب خب بریم سراغ یه فکچک که مربوط به مرگ خودخواسته در کانادا خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی یک گزارشی منتشر کرده گفته دولت کانادا برای کاهش هزینه ها به بیماران روانی و معلولان برای مرگ خودخواسته خدمات ارائه میده خب ما به اینم نشان گمراه کننده دادیم هفته گمراه کننده بود این اپیزود گمراه کننده آره به خاطر اینکه خب این واقعیت نداره بخش مهمی از واقعیت گفته نشده و یه یعنی به حال عناصره یعنی یه بخشش درسته ولی به گونه ای گفته شده که یه, چ... چیزی گرفتن رو... در آوردن آره. اون رو گرفتن بیجی. یه جوری پرورش دادن که یه تصویری ایجاد میکنه که این تصویر واقعی نیست و مخاطب رو به گمراهی بکشونه خب منبع گزارش میزان رسانه روسی اسپوتنیکه که همیشه به نظر من باید احتیاط کرد وقتی میخواین استناد کنیم به اسپوتنیک اونجا گفته شده که دولت کانادا تصمیم گرفته افراد مبتلا به بیماری های روانی رو تا سال آینده واجد شرایط اوتانازی کنه سوال اول اینه که ببینیم قانون مرگ خودخواسته در کانادا اصلا چه جوریه یه قانونی است به اسم Medical Assistance in Dying که چند سال تصویب شده قانون میگه افرادی که بیماری غیر قابل علاج دارن یا افرادی که وضعیت روانی دارن که زندگی براشون غیر ممکنه میتونن با استفاده از حمایت‌های دولتی از خدمات پزشکی برای پایان دادن به عمر خودشون استفاده کنن البته اون بخش بیماری روانی اون هنوز اجرایی نشده دلیلش هم ابهامیه که تو این زمینه وجود داره خب بیماریایی هست که به لحاظ پزشکی وضعیت مشخصی داره تو آزمایش ها معلوم میکنه که درمان پذیر نیستن ولی خب بحث در مورد بیماری روانی کمی پیچیده است این نگرانی وجود داره که افراد برای تصمیم گیری مشکلاتی داشته باشند در واقع بخواد بح... حساسیت به این دلیل که بخواد حقوق انسانی اونها رعایت بشه در واقع در قانون است ولی گفتن دولت باید بررسی های دقیق تری بکنه که از مشکلات احتمالی جلوگیری کنه یعنی همچنان در دست کار و بررسی داره پیش میره هنوز یه چنین اتفاقی نیفتاد خب این از قانون ولی حالا میزان میگه دولت این کار رو برای جلوگیری از هزینه ها میکنه که خب اینطور نیست این چیز اجباری نیست و اصلا بحث بر سر حق انتخاب بین زندگی پرمشقت و مرگه بعدم کلا حالا نه در قانونش نه در حالا اصلا تا اونجایی که ما گشتیم جایی اصلا صحبت یه چنین چیزی نشده بحث هزینه هایی که چون توی بهار کانادا سیستم بهداشت شده هزینه هاش رو دولت تقبل میکنه برای همه افراد جایی صحبت از این نشده که این هزینه رو بخواد کاهش بعد مگه چند نفر در سال از یک چنین چیزی ممکنه استفاده بکنند و این آره. چقدر مثلا عددش چقدر میتونه مهم باشه در یه حجم انبوه بودجه ای که برای امه. بحث بهداشت و درمان داره تو کانادا هزینه میشه اینا خب یه مقداری سوال برانگیز و ابهام ایجاد میکنه و این قسمتش که رسما در واقع بی, بی و نادرسته آره ولی حالا کلا ما بهش گمراه کننده آره. خب که آخرمون هم درباره یه فکچک کوتاه و جالبه درباره رکورد ایرانیان در ثبت نام برنامه مهاجرتی لاتاری آمریکا اینم آقا رضا سری بگو و بریم با شما باید برم سلمونی یه رب دیگه وقت خب ببین توی نتایج لاتاری 2023 خب اعلام شده همزمان اون بالاخره صحبت دربارهش زیاده همزمان اون یه سری مطالب توی توییتر و سایر شبکه های اجتماعی مطرح شده درباره آمار بالای تعداد ثبت نام کنندگان ایرانی توی این برنامه از جمله یکی از چیزهایی که خیلی معروف بود این بود که یعنی خیلی دست به دست شد این بود که ایران با رکورد یک میلیون و چهارصد هزار ثبت نام در سال 2021 بالاتر از کشورهای مثل عراق، اردن، آذربایجان، یمن، زامبیا، اتیوپی و اینا قرار داره. خب این آمار رو ما رفتیم نگاه کردیم. آمارهای دقیق این برنامه مهاجرتی دایورسیتی ویزا پروگرام که حالا معروف فلاتاری هستش، این آماراش هست سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر میشه. این آمارا رو رفتیم دقیق بررسی کردیم. این عدد 1400 درست نیست. احتمالا حدس میزنیم عدد سال 2020 که اون موقع یک میلیون هزار تا بوده توی سال 2021 700 حدود 760 هزار ایرانی ثبت نام کردن تو سال 2019 864 یه جدول مفصلی ما منتشر کردیم وضعیت همه کشورها رو تو این سه سال گذاشتیم ایران آمارش بالاست جزء بیشترین کشورها تو سال 2021 رتبه سومو داشتن نظر ثبت نام تو سال 2020 رتبه چهارمو داشتن هم سالی که 1 میلیون هزار نفر ثبت نام کرده 1 میلیون هزار نفر ثبت نام کرده بودن و تو سال 2000 19 هم رتبه نهم رو داشته با 864 هزار تا رتبه شایی داره میره بالا رتبهش حالا تعدادش بالاتر نرفته تعداد سال 2021 تقریبا نصف سال 2020 تعدادش کاهش قابل ملاحظه پیدا کرده ولی برای رتبهش بالاتر رتبهش نسبت به بقیه اما خب اون کشورهایی که مقایسه کرده بودن بله از همه اون کشورهایی که توی شبکه اجتماعی ازشون اس شده بود ایران رتبهش تعداد آمار ثبت نامش بیشتر بوده و ما ما دست آخر اومدیم این, با این جمله اصلا گزارش رو تمام کردیم که این آمار دقیق نیست درست نیست اما محتوای آنچه گفته شده دور از واقعیت نیست و ما هم به همین دلیل بهش نشان نیمه درست دادیم خیلی ممنون رضا اینم از اپیزود 59 هم. ممنون از همه که پادکست فکنامه رو گوش میدن اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس تلگرام اینستاگرام توییتر فیسبوک هر جایی که میشد کامنت بذارید برامون کامنت بذارید ضمن که خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو هم که بهشون اشاره کردیم در هر اپیزود در بخش توضیحات پادکست میذاریم یک بار دیگه یادآور میکنم یادتون نره به زودی دوره آنلاین خواهیم داشت درباره راههای ساده مبارزه با اطلاعات نادرست حالا تو اپیزودهای بعدی هفته بعدی نزدیکتر بشیم اطلاعاتی بیشتر در اختیارتون میذاریم اعلام متعاقبا اعلام میکنیم برای. پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه آریا کیان هم مدیر هنری پادکست آدرس سایت ما هم از فکنامه دات کام. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خدا حافظ. مراقب خودتون باشید خدا نگهدار